محترم، شماره شما نزدیک 2 ماه دست منه. من اولین باره که تماس گرفتم. خب الو. ای بابا عجبا کار غریبیست این دوربری، هرچه بیشتر میگذرد بیشتر از آخوشم میاد. و اون پشت برداری هم میگوین در واقع خرفم هم میگوید پشت برداری و من راحترم بگویم دور بودی کاری شبیه منجوکوزی با این تفاوت که منجوکها را بگویی میتوانی بپاشی توی کار آقایی چیک چیک با دقت بچست با این شان سر جایشم. ولی مثل هر کار تکراری دیگر وقتی طولانی یک نواخت بشود دست به طور خودکار با حداقلی از اشغال مغز آن را انجام میدهد، طوری که بقیهش مشغول کار معمول که همانا کشف و جستجو در جهان اطراف و گاهی هم تجسس و انگیزیابی در کار و رفتار مردم است می شود. در کل می خواهد به همه چیز مسلط باشد لاکردار الا خودش، مغز را می گویم. خلاصه همینطور که دور میبری فکر میکنی و شاید گاهی لابلایش خیال ببافی و باز فکر کنی، بعد این فکر و خیال ها متصل میشن به حرکات ماوس روی تصویر مانیتور، یعنی دنباله کلیک ها و جا به جایی ها برای ایجاد شکل و فرم مشخصی مثل قوس، مثلث، دایره کوچک و غیره، هر کدام تبدیل به عبارات معنیداری می شوند که معنیشان را از آن فکری که بار اول با اجرای فرم مشابهشان همزمان شده در می آورند. مثلا اوائل همینجور که داشتم روی صافت در بردن یک قوس مار پیچ کار میکردم فکر میکردم جدای از آنچه توی فیلم آماده اوست نشان میداد موتسارت حتما تحت نوعی فشار بود که رکویم را ساخت و وسطش مرد. شاید چون داشتم فشار پنجم رو روی قوس حس میکردم مثلا یاد پنجه مرگ افتادم، به شاید دلیل دیگری داشت که اهمیتی هم ندارد. بعد فکر کردم که اگر من الانها بمیرم فقط دور بریدم و مردم، بازم موتسارت. به هر حال خواهی نخواهی یک جور حس همزاد پنداری با مرحوم موتسارت پیدا کردم. تا یادم نرفته تازگی ها زیاد میبینم که به جای این همزاد پنداری میگوین همزاد پنداری. بعد میخواهم تذکر بدم که اصلاح کنن ولی منصرف میشوم. همانطور که مدت هاست از تذکر دادن به اینهایی که به جای کسره اضافه هی آخر میگذارن منصرف شدم و البته خیلی چیزهای دیگر. اصلا بحث کردن با بیشتر آدم ها کار بیفایده و بلا اثریست، چون این را هم فهمیدم که بیشتر اوقات وقتی میروی وارد بحث با کسی میشوی یا خیلی از تصور و باور خودت مطمئن نیستی که میخوای درستی تلقی خودت رو در سطح شعور عمومی ارزیابی کنی بدون اینکه دیگران متوجه این عدم اطمینان تو بشوند، یا اصابت از جای دیگر خورد است و میخواید دقیق دلیت رو سر دیگری خالی کنی. منظورم این است که در مجموع آن چیزی که مقصودت نیست همان اثرگذاری است، یعنی ممکن است روزی هم همچین منظوری داشته بوده ای، منتها آنقدر با آدم های از این دو دسته نامطمئن یا عصبانی برخورد کرده ای که دیگر بی اثر بودن بحث در ناخودآگاهت مسجل شده، ولی نه اینکه به این کار عادت کرده ای پس همان رویه دیگران را پیش گرفته ای، ولی کاری که در نهایت با طرف بحثت نمی کنی همان پمزاد پنداریست.
چون همزاد پنداری با یک آدم حی حاضر با کلی نقطه ضعف بیشم افتاده که ارضا نمی کندت، یعنی با موزارت و کافکا و هدایت و کلن آدم هایی که در زندگی هم یک پایشان توی گور بوده کلی حس سود فلسفی میدهد، ولی اینکه کاری که می کنی در حد یک دوربری باشد. خلاصه این تا شد که حالا هم هر بار روی غم چون قوسی میرسم یاد موزارت و رکویم و همزاد پنداری هم میافتم. حتی گاهی تا اشتباه به جای کسری اضافی هم پیش میرم اگر قوسش طولانی باشد. الان که فکر میکنم ولی گاهی یک چون مدیتیشن طوری هم میشود که باشد ها، یعنی انگار با هر نقطه که روی صفحه میگذاری تکی از یک خاطره، فکر یا آن چیزی که آن لحظه توی مغزت جاریست را میچسبانیش همانجا. نمیدانم منظورم روشن است یا نه، شاید میباید همچین کاری کرده باشید تا درست ملتفت شوید. مثل شستن ظرف دقیقا از این جهت گاهی شبیه ظرف شستن می شود، یعنی برای من که ظرف شستن هم همین خاصیت را دارد. هر ظرفی که شسته می شود انگار قسمتی از فکرم هم با آن شسته می شود. یک همچین چیزی خواب دیدم توی بازار دوربرها نشستم و یک عالم دوربر به هیئت جوکی ها همینطور که مشغول کارند یک نوای بدوی از آنها که فقط تویش صدای هی و ها و هو و نفس میشنوی را زار گرفتند و پای مانیتورهایشان جلو عقب میشوند. از میانشان آهسته بلند میشوند و نکپا به سمت انتهای دالان بازار حرکت میکنند. همینطور که مراقبم چشمای گردشان که به کف مانیتور دوخته شده به سمت من بر نگردد، وسط راه پایم به یک قوس مارپیچ که کف دالان افتاده گیر می کند و می افتم جلوی یکیشان. سرم را بلند می کنم، می بینم محروم موزارت است. مرا به جای ماس می گیرد و هی روی قوس فشارم می دهد. دارد ریغم در می آید، صدایم بسته شده، نفسم بالا نمی آید. می خواهم بگویم موزارت جان مادرت، من که کلی با تو همزاد پنداری کردم نامرد، ولی نمی توانم. او همچنان مرا می چلاند. با یک فریاد خفه از خواب می پرم، سرم زیر بالشش را لحاف به دورم پیچیده، عرق کردم، میروم کمی آب میخورم و بر میگردم. دیگر خوابم نمیبرد، بلند میشم میروم سراغ دوربریم. همینطوری که میبرم با خودم بحث میکنم، نمیدانم هدفم از این بحث کردن چیز، میخوام خودم را قانع کنم یا میخوام درستی فکرهایم را ارزیابی کنم. شاید هم میخوام صرفا دق دلیم رو سر این ماس و قوس و مانیتور خالی کنم. شاید این حرف هم برای همین باشد. کار غریبی است این دوربری.